به نام خدا، سلام. این قسمت آخرین ویدئوی مربوط به فصل دو هستش و به امید خدا دیگه میخوایم از فصل دو دیگه خداحافظی کنیم و به فصلهای بهتری برسیم. توی این ویدئو من میخوام یک مقدار بیشتر راجع به ویدئوهای محیط با چند مثال واقعی توضیح بدم. راجع به سه تا بازی میخوایم با هم صحبت کنیم. بازی اول پکمن، بازی دوم منچ، فارسی می نویسم اینو که حتما انگلیسی منچ هم فکر کنم نمی دونم، و بازی بعدی اینجا بکشیم فوتبال. خب شما همه تون دیگه با این سه بازی آشنا هستید، احتمالاً با بازی پکمن آشنایی کمتر باشه. بذارید من یه ویدیو از پکمن نشون بدم بهتون. خب این بازی پکمن هست. ببین، بازی پکمن یه بازیه که یه ایجنتی به نام آقای پکمن اینجا هست، یه سری روح تو محیط دارن تکون میخورن برای خودشون و هدف پکمن اینه که این نقطه ها رو بخوره و مثلا اینجور که میبینید نقطه ها رو بخوره و هرچند نقطه ها رو بخوره امتیازش بالاتر میشه، اسکورش زیاد میشه و باید این روح ها رو هم باید اوید کنه، این روح ها رو هم باید یه جوری بره که به این روح ها نخوره، اگه به روح ها بخوره میمیره. این بازی بازی پکمنه. بازی منچ هم که دیگه هممون بلدیم، تاس میریزیم، مهره حرکت میدیم و فوتبال هم که دیگه معرف حضور همگی هست. بذارید یکی یکی بررسی کنیم که یه مروری هم بشه. اولین ویژه‌ای که داشتیم دترمینستیک بودنه. حالا با یه اختصاری می‌نویسم. خب بازی پکمن واقعا آیا دترمینستیک است یا نیست؟ یا بذارید قبل از اینکه دترمینستیک بودن رو بررسی کنیم، اول راجع به ایجنت، مالتی ایجنت بودن صحبت کنیم چون ربط داره. بعد میایم راجع به دترمینستیک بودنش هم صحبت می‌کنیم. خب پکمن واقعا یک بازی مالتی ایجنت یا سینگل ایجنت؟ ببینید، ممکنه بگید خب این یه سری روح هستن دیگه، ما با یک سری روح در رقابت هستیم، در رقابت هستیم، ولی یه مشکلی وجود داره که ما نمیتونیم بگیم این بازی مالتی ایجنت. مشکل چیه؟ مشکل این اسکوریه که این بالا میبینید. ببینید فقط اسکور پکمنه که داره زیاد میشه و اینا اسکوری ندارن، یعنی در واقع درسته دارن با من رقابت میکنن ولی دنبال امتیازگیری نیستن. بنابراین رأی بنده اینه که پکمن یک بازی سینگل ایجنته و این روح ها، این گوست ها جزی از محیطن، مثل ترافیک، مثل باد و اینجور چیزها. البته ببینید، اگر یکی بگه این بازی مالتی ایجنته، من فرض میکنم که دارم رقابت میکنم، میشه بهش حق داد، ولی من رأیم بر سینگل ایجنت بودنه و اگرم فکر کنم حق رو بدید که سینگل ایجنت، بیشتر افراد بگن سینگل ایجنت. خب بازی منچ و فوتبال که دیگه مشخصا مالتی ایجنت هم، چون ما همیشه داریم با یکی رقابت می‌کنیم. تو فوتبال حریف مقابل داره گل میزنه، امتیاز داره. منچ هم که قطعا بازم با چند نفر داریم رقابت می‌کنیم. حالا چه دترمینستیک بودن یا دترمینستیک نبودن؟ پس به یه نکته رو مالتی ایجنت بودن داشتیم. بازی وقتی مالتی ایجنته که خود اون ایجنت ها هم به نوعی امتیازگیری کنن. اگر اون ایجنت دوباره امتیاز گرفتن نباشن، ما به راحتی میتونیم ایجنت ها رو جزئی از محیط حساب کنیم، هرچند ممکن اون ایجنت های زن هم عاقل باشن، یعنی حریف ها که جزء محیط حسابشون کردیم. راجع به دیترمینستیک بودن یا نبودن، ببینید ما کی میگیم یک محیط دیترمینستیکه؟ وقتی که نتیجه عمل من قطعا مشخص باشه چی میشه. توی بازی شطرنج ما با یک بازی دیترمینستیک طرفیم، چون من مهرم رو تکون میدم قطعا میدونم میره تو خونه فلان حتما میشینه، هیچ عدم قطعیتی وجود نداره. ولی اگر مثلا من تو شطرنج داشتم بازی میکردم، یه باد شدیدی هم مثلا میومد، من این مهرم رو میذاشتم زمین تکونش میداد، میشد آن دیترم و در واقع میشد آن دترمینستیک غیر قطعی، که حتی استوکاستیک هم گفتیم اگر بدونیم که ندونیم دقیقاً چی میشه ولی بدونیم که چند تا میشه و احتمالاتش هم بدونیم، میگیم استوکاستیک. پکمن چه جوریه؟ ببینید پکمن واقعا میشه گفت یک بازی دترمینستیک است،
اما یه مشکلی گیری داریم تو دیترمینیستیک بودنش، اونم جاییه که من به عنوان پکمن از این نقطه مثلا میخوام بیام این نقطه که یه نقطه‌ای رو بخورم، چون این دنبال خوردن نقاطه دیگه، با خوردن نقاط جونش رو زیاد میکنه. مثلا من میام اینجا، حدسم اینه که اگر میتکون بدم بیاد اینجا نقطه میخورم، در حالی که ممکن تو همون لحظه روحه بیاد منو بکشه. اوکی، اینجا واقعا میشه به نوعی قضاوت کرد که از دید محیط، به خاطر اینکه ایجنت ها میتونن نتیجه یه حرکت من رو عوض کنن، یه حالت آن دیترمینستیک داره پکمن. ولی باز هم اشاره میکنم تو پکمن اگر کسی بگه بازی دیترمینستیک است نمیشه بهش غلط گرفت، ولی رأی بنده باز هم به آن دیترمینستیک بودنه. البته میشه گفت استوکاستیک، چون اون ایجنتی که داره اونجا نزدیک میشه، من با احتمالات میتونم بگم که چقدره. خب منچ ببین، منچ چون تاس داریم، تاس داشته باشیم 99% استوکاستیکه و تو اینجا واقعا تاس هم داره تعیین میکنه که من چند قدم برم جلو، فکر کنم دیگه بدیهیه. و اما راجع به فوتبال، آیا فوتبال دیترمینستیکه؟ من اگر یک پاسی بدم قطعا به اونجایی که فکر میکنم میرسه؟ خب بدیهیه که نه، به چند دلیل. یک، من به عنوان حامل همیشه دقت بالایی ممکن نداشته باشم، من میخوام پاس بدم به اون ور، دیدی که طرف میخواد شوت کنه یهو میره این ور. یه وقتی این محیط ممکنه باد بیاد نتیجه اون عمل رو عوض کنه توی زمین. یه وقتی مثلا ممکنه ایجنت رقیب بیاد مثلا توپو مثلا یه بلایی سرش بره، ناهمواری‌های زمین ممکن روش دخیل باشن. پس فوتبال واقعا آن دیترمینستیکه و من حتی میتونم بگم استوکاستیکه، چون احتمالات رو هم نمیدونم. خب ویژگی بعدی راجع به داینامیسیتی گفتیم که ما وقتی میگیم یک محیط داینامیکه که اگر زمانی که من هنوز حرکت نکردم، یعنی من دارم فکر میکنم، فرض کنیم مثلا میخوام تو شطرنج میخوام فکر کنم ببینم چی کار کنم، اگر تو زمانی که من دارم فکر میکنم هنوز بازی نمی کنم، هنوز در حالت ایست و توقف هستم، اگر تو اون حالت اصلا محیط تغییر کنه میگیم این محیط داره داینامیکه. خب تو پکمن واقعا این روحا دارن میان میرن، اگر روحا رو جزئی از محیط بدونیم میتونیم که واقعا بگیم داینامیک هستش. اما در منشی، در منش من وقتی حرکت نکردم هیچ تغییری در محیط نداریم اگر توجه کنیم. پس اینجا رأی کاملا به استوکاستیک بودن میتونیم بدیم. در بازی فوتبال چی؟ در بازی فوتبال قطعا محیط ممکنه یه ذره عوض بشه، مثلا ممکنه باد بیاد، ممکنه یهو بارون، من رو دارم همین که میخوام پاسمو بدم مثلا بارون بگیره، باد شدیدی مثلا بیاد و اینجور چیزا. این محیط هم من چون نوشتم استوکاستیک بود، نوشتم ایستا، نوشتم استوکاستیک، استاتیک ببخشید اگرم استوکاستیک گفتم. فوتبال هم که داینامیک هست. در مورد دیسکریت بودن، ببینید بازی پکمن نگاه کنید اینجا رو، یعنی پکمنه که داره تکون میخوره، اگر ببینید خیلی به صورت انگار خونه به خونه حرکت نمیکنه، پیوستگی داره حرکتش، انگار مثلا یه ذره میتونه بره بالا. میبینید تو این حالت من میتونم قضاوت کنم که این بازی تو این حالتی که من دارم ها، چون داره ریز ریز میره جلو، از با یک محیط کانتینیوس طرفم، چون واقعا یه اکشن، مثلا من میتونم یه ذره برم جلو، یه کوچولو برم جلو، یا مثلا خیلی بیشتر برم جلو. ولی اگر کسی بگه این محیط دیسکریت هستم بهش نمیشه بازم ایراد گرفت، چون ممکنه فرض کنیم که پکمن خونه خونه حرکت میکنه، ولی الان توی این بازی که من به شما نشون دادم این محیط کانتینیوس هست. پس کانتینیوس محیطیه که من تعداد حالتهای صفحه، تعداد حالتهای استیت اون انوایرمنت و همچنین معمولا اکشنهای من و فلوی تایم معمولا پیوسته باشن. این زمان توی این انوایرمنت همه این ستا پیوسته است. ولی گفتم اگر فرض کنیم خونه به خونه حرکت کنه میتونیم بگیم که گسسته است. منچ چی؟ خب منچ قطعا یک حالت گسسته داره دیگه، چون حرکاتی که من میتونم بکنم خونه خونه است، تعداد کل حالتهایی که یک صفحه منچ داشته باشه محدوده، این همه باعث میشه که بگیم منچ دیسکریته. تو فوتبال خب من فوتبال این تا کار میتونم بکنم، این جور پاس با سرعتهای مختلف، قطعا یک محیط پیوسته رو دارم.
کنم دارم اشتباه میدم کنم که اگر اشتباه نوشتم من رو ببخشید. و ویژگی آخر راجع به این که نون هست یا آن، ببخشید observability رو هم بگیم، چون نون آن نون که این نقطه رو دارم که دیگه ادامهش دادم، نون یا آن نون بودن تو اغلب این بازی ها بسته به مدل، معمولا نونه، چه کسی که فوتبال بازی میکنه، چه کسی که منچ بازی میکنه، چه کسی که پکمن بازی میکنه میدونه پر اکشنی چی کار میکنه، بنابراین میشه که همشون نون هستن. اما راجع به observability چی؟ توی پکمن همینجوری که میبینید من تمام صفحه رو دارم میبینم، هیچ مهی هم تو صفحه وجود داره، تو بعضی از بازی دیدید مه وجود داره، فقط یه دورش رو ایجنت میتونه ببینه، اینجا هم جارتی نیست. پس من fully observable هست این بازی. منچ چی؟ منچ هم fully observable هست. فوتبال چی؟ ببینید فوتبال از این یک ایجنتی که بازی داره میکنه واقعا بستگی به نوع اون ایجنت داره. هم میتونیم بگیم فولی ابزرویبل چون ایجنت همه جای محیط رو ببینه، هم میتونیم بگیم پارشالی ابزرویبل، مثلا من دارم میرم جلو اون پشتمو که نمیبینم باید برگردم پشتم، که این کارو خیلی وقتا نمیکنم. حالا راجع به اینکه فول یا پارشال، واقعا به نظرم هر دو رو میشه قضاوت کرد، ولی من نظرم روی فوله، ولی اینجا واقعا بازم نمیتونیم بریکش کنیم. خب این 5 تا بود که ما با هم مرور کردیم و توضیح دادیم که ویژگی چیه. سعی کنیم 5 تا بازی مختلف هم ببینم چیز دیگه مونده آیا از چیزایی که ما داشتیم. بله اپیزودیک و سیکوئنشال موندن، بذارین من توضیح بدم راجع به اپیزودیک و سیکوئنشال بودن. خب این هم بگیم که تمام میشه. پکمن اپیزودیک یا سیکوئنشال؟ قطعا سیکوئنشاله چون هر تصمیمی شما میگیرید تو حالت آیندهتون در واقع تأثیر داره. من ممکنه یه تصمیم غلط بگیرم، خودم برم توی گوشه جا بندازم که بمیرم، پس این قطعا سیکوئنشاله. منچ چی؟ منچ آیا تصمیمی که الان میگیرم میتونه توی حیات و مماتم تأثیر داشته باشه؟ آره میتونه. من وقتی 4 تا 5 4 تا مهره توی بازی منچ دارم، وقتی تصمیم میگیرم اینو تکون بدم، در حالی که مثلا میدونم رقیب پشت منو میزنه، اگر اون مهرمو تکون بدم یه مهره دیگه رو تکون بدم، امکان خودمو کم کردم. پس تصمیم قبلیم روی بعدی قطعا مؤثر، رو فوتبالم که قطعا مؤثره. تقلبی که میشه اینه که معمولا در اغلب موارد یک محیط سیکوئنشال، خیلی کم پیش میاد محیط در واقع اپیزودیک باشه، یعنی هیچ ربطی به گذشته و حال نداشته باشه. خب این مرور خیلی کوتاه بود، من سعی کردم 3 تا مسئله مختلف رو از بعد ویژگی‌های محیط با هم دیتیل کامل بررسی کنیم. حالا اینکه توی هر کدوم از اینا چه عاملی میتونه بهتر بازی کنه، به نظر میاد عامل لرنینگ ایجنت تو همه این 3 تا میتونه بهتر بازی کنه، حداقل توی پکمن و منچ دیگه ما باید به فکر یوتیلیتی بیسد و این حرفا باشیم، ولی فوتبال قطعا دیگه عامل لرنر میخواد، یعنی لرنینگ ایجنت میخواد. حالا راجع به اون دیگه صحبت کردیم، لازم نیست مثالی بزنیم چون مشخصا بستگی به دیزاین ما برای یک عامل داره. امیدوارم این ویدئوی مفیدی بوده باشه و جا افتاده باشه باید برای شما در واقع ویژگی های محیط تا حد زیادی. البته قبول دارم که خیلی جا پیچیده است و خیلی جا بستگی به ادراک ما از اون مسئله داره یا فرض ما راجع به اون مسئله داره، ولی خب تا حد زیادی فکر کنم حکایتش مشخصه. من فعلا باهاتون خداحافظی میکنم تا جلسه بعد که انشالله با هم راجع به حل مسئله با در واقع جستجو صحبت خواهیم کرد. فعلا خدا نگهدار تا قسمت بعد.